سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من اومد سیکسم و خیلی 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 خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها همینجور که از تامنیل ویدیو مشخصه، دزدای اکانت رو بچه ها دستگیر کردن. اولا یه نفر نبوده، دو نفر نبوده بچه ها، اینا دوتا دسته بودن، نصفشون ایران بوده نصفشون خارج. بهتون بچه ها بگم چجوری اینا اکانت رو میبردن، باورتون بچه ها نمیشه. یکی این که همین الان بچه ها یه سرچ ریس توی یوتیوب بزنین، خب فکر کنم بالای 6-7 تا اکانت 6-7 نفر رو میگم، اکانت 6-7 نفر رو میبینید که بچا اکانتاشون رو زدن، یعنی فقط من نبودم. من اینو بچا دفعه دیروز فهمیدم این قضیه رو ولی نمیدونستم که قضیه چه قراره. حالا بچا اینجوری که فهمیدم، یکی از این بچا رفته شکایت کرده از این نفر، مثل اینکه طرفو میشناخته، مثلا شماره شو داشته، نمیدونم چجوری پیگیری کرده، تونستن یکیشون رو فعلا بگیرن. حالا بچه از این قضیه ریز تعریف کنم که قشنگ حالتون بشه نریزه به هم دیگه، چون توی ویدیوهای قبلی دیدم خیلیتون کامنت گذاشته بودیم، امید نمیدم این کار اونجوری همه چیز رفته بودیم به هم دیگه. این بچه اکانت خودمو همینجوری که یادتونه طرف گفت که چقدر بهم بده، گفت 30 میلیون یا 1000 دلار بهم بده که اکانت رو بهت بدمش، دیگه کاری باهات ندارم. خب این از اکانت خودم. من اکانت خودم حدودا 24 ساعت از طرف پس گرفتم. بعد از 24 ساعت دیگه بچه‌ها من خودم اینجوری نبود که اکانتمو دیگه ولش کنم، که از اکانت بیرون نیومدم. هنوز که هنوزه بچه‌ها هیچ اتفاقی برای من نیفتاده. بعدش بچه‌ها رفتم یه سرچ ریز اینور اونور زدم، دو تا سرچ اینور دو تا سرچ اونور ببینم چه خبر، چون یکی دو تا توی یوتیوب اینجوریه دیگه، توی یوتیوب هم اینه مثلا اینجا ناخون چه خبره. فقط توی یوتیوب می‌بینی بچه‌ها مثلا چند تا مثلا ویدئوی مثلا من، چون که خودم ویدئوی کالاف میسازم، ویدئوی کالاف برای منم زیاد بهم نشون میده، مثلا از کسای دیگه که ویدئوی کالاف میسازن خیلی به منم ویدئو نشون میده. اینجوری که دیدم بچه‌ها، دیدم حدودا اکانت 3-4 نفر دیگه هم بچه‌ها با همین قضیه ابین رفته، یعنی اونم دقیقاً که نه، چون که مشکل اکانت من بچه‌ها این بود، اولش میزد یوزر پسورد اشتباهه، بعد از چند وقت دیگه این ارور هم تازه نمیداد، یعنی هیچ اروری دیگه نمیداد. خب اینا یکم مشکلشون بزنن که مام صاف کنم، اینا یکم مشکلشون عمل پیشرفته تره. اینا همون مثل اینکه از همین الان اینجوری که از چند تاشون پرسیدم، اکانتشون اصلا نمیزنه یوزر، مثلا نمیزنه یوزر پسورد اشتباهه، نه چیزی. راستی بشه در مورد ویدیوی دیروز، اگه از ویدیو بیم یکم از این قضیه بیام کنار، اینا حالا براتون توضیح میدم اینا چی کار کردن، چه جوری دارن این کارو پیش میبرن. در مورد ویدیوی دیروز بچه‌ها، خیلیتون ازم پرسیده بودین اون موجی کیه. بچه ها موجی کس خاصی نیست، ما دوست همین. ببین توی کامیونیتی مثلا الان چجوری پوتک میره با فرشا سایلنت ویدیو میسازه، ما هم دقیقاً این همچین حالتی داریم، یعنی مثلا کسایی که توی کامیونیتی خودمون هستن، من با 99%شون، من اینکه با طرف مشکلی خاصی چیز داشته باشم نتونم ویدیو بسازم، با 99%شون بچه ها میتونم ویدیو بسازم. یکی چند تا بچه‌ها چند تا چون که ما این ویدیو رو برای شما داریم میسازیم، خب چند تا قضیه است. اگه دوست دارین، اگه چالنجی رو دوست دارین که توی ذهنتونه، دوست دارین من با بقیه با موجی یا با کسی دیگه توی کامیونیتی برم، حتما توی کامنت ها اون چالنجر رو بنویسید. اگه چالنجی رو دیدین کسی نوشته شما دوستش دارین اون چالنجر رو که من برم، دوباره اون چالنجر رو بچه‌ها لایکش کنین. این یکی از این. آها اینم بهتون بگم، اگه بازم گفتم دیگه اینو، اگه کسی هم هست که خوشتون میاد، هم چه کسی هست چه چالنجی هست رو بهم توی کامنت ها بگین. اگه با شخص خاصی دوست دارین ویدیو بسازم، اگه دوست دارین با خود موجی دوباره ویدیو بسازم که دوباره بهم بگین چالنج باش بریم. حالا این از این بچه‌ها. در مورد اکانت ها، اول از همه اکانت خودم، همونجوری که بهتون گفتم اکانت خودم هنوز همینجوری سلامت فعلا باقی مونده، یعنی با همون لاگینی که اون روز شدم همینجوری فعلا توی اکانتم، هیچ اتفاق خاصی فعلا تا همین لحظه برای من نیفتاده. بچه‌ها خیلیتون من گفتید اون خبر پسورد عوض کن، میگم توی سایت اکتیویژن نمیره، فقط میتونم توی گیمم برم، یعنی فقط توی گیم میتونم لاگین شم. میگم توی سایت اکتیویژن اصلا هیچ اتفاق خاصی نمیفته، یعنی همون انگار همون بلای قدیمی که توی لاگین بازی برام میافتاد همین بلا اونجا برام میافته، یعنی من باید برم اونجا پسورد عوض کنم که نمیتونم فعلا برم اینجا چی میگه. حالا ببینید بچه سراغ قضیه که اینا کیانو دارن، از کجا میان و از کجا اصلا این قضیه شروع شده. بچه ها مثلا این ببین بچه ها، اینا خیلی وقت هستن ولی مثلا شروع نکرده بودن که اکانت های مثلا اکانت های منو، اکانت هایی که مثلا اکانت های بزرگا رو بزنن. خب مثلا فکر کن ببین اکانت های بزرگا، مثلا بزرگ میگم بزرگ یعنی اکانت هایی که توش لژند ها، نگه من آدم بزرگم، نه منظورم نیست اکانت های مثلا یوتیوبر ها اینا، چون کسایی که یوتیوبرن بیشتر مثلا اکانتشون لژند زیاد داره دیگه، مثلا یکی اکانت مثل من خیلی با ارزشه، اکانت مثلا چند نفر دیگه هم که توی یوتیوب دوباره زدن بچا اکانت اونا باز اکانت خیلی با ارزشی، بذار اینو بزنم بخور دیگه. اینا بچا اگه یاد اونایی که تو خرید فروش اکانت هستن، تو اینجور قضیه ها سرشون میشه بچا، اینا میدونن خیلی وقت پیش، فکر کنم بذار این تابتو میگم، شاید 5 ماه شاید هم بیشتر، یه سری اکانت ها اومدن تو بازار بچا، یعنی شما میتونستین اکانت ها رو بخرید، اکانت هایی بودن که بهشون اکانت کرکی بهشون میگفتن. خب این اکانت ها رو بچا اگه شما میگرفتین مثلا گست روش، مثلا خیلی ارزون بودن، اینجوری بهتون میگم اکانت ها خیلی ارزون بودن ولی یه مشکل داشتن. این مشکل رو بچا همه که نه، خدای همه نه، مثلا من خودم حتی این قضیه رو نمیدونستم، مثلا من خودم یه بار تازه خواستم از این اکانت ها یه بار بخرم، چون میگفتم اکانت سیزن، مثلا اکانت ها بچه بیشترشون اینجوری بودن، اکانت های سیزن 1 بودن، خب
مثلا گست داشتم. تو فکر کن اکانت هم بعد قیمتش چقدر بود؟ 50 تومن، 50,000 تومن، 60,000 تومن. تازه AK4 من یادم به رفیقم بچه رفیق خودم تازه فکر کنم یوتیوبرم بود، یه اکانت خرید بچه ها گست سیزن 1 توش داشت، خب AK4 یخی هم داشت، خریدش فکر کنم 50-60 تومن. خیلیه بچه ها اینجور اکانتی مثلا بخری 50-60 هزار تومن. خب این اکانت بچه از اون موقع بودن. حالا اینایی که این اکانت های ما رو این بلا سر ما آوردن، اینا همون اونا که همون اکانت ها رو زدن. این اکانت اون اکانت ها چجوری به اینا به این قضیه قشنگ اینجوری بودن، اینا میدونستن این اکانت هایی که سیزن یکی بودن و خب اینا میتونستن بزنن، یعنی میتونستن مثلا یوزر پس رو عوض کنن و بدنش به یه نفر دیگه، یعنی همینجوری بفروشنش. این کارشون بوده، یعنی اصلا کار اولیه‌شون این بوده. حالا مثل اینکه بعد چند وقت ارزششون اکانت ها زیاد بالا نیست، بعد یاد گرفتن که مثلا چه میدونن با یوزر آیدی بتونن یه اکانتی رو بزنن، مثلا یک اکانت من مثلا آیدیشو بگیرن دیگه اکانت رو یوزر پسوردش عوض میکردن میومدن میدادن به کی؟ به تو. حالا فقط این قضیه مشکل داشت، کسایی که این اکانت ها رو میخریدن همون اول اون اکانت ارزون 7 تا 8 تومانی هم که میخریدن این مشکلی داشتن. اینا مشکلش هم این بود که اگه اکانت بچا امکانش واسه داشت یهو مثلا صبح بیداش ببینید اکانت پریده چی شده، طرف رفته مثلا اطلاعاتش رو داده اکتیویژن گفته اکانت من بوده، اینا چی شده اکانت من کی پسورد شناس کرده، اطلاعاتش رو میداد اکتیویژن و اکانت برمیگشته و اونی هم که اکانت رو خریده سرش تقریبا کلا میرفته. مثلا فکر کنید کسی که مثلا اگه اکانت من میدادن به این نفر دیگه، خب سر اون طرف کلا میرفته دیگه. چه میدونم اکانت رو مثلا من چند وقت دیگه، حالا نمیدونم چه جوری اون طرف مثلا یکی مثلا من میتونه بره اکانت رو پس بگیره، هنوز فعلا این قضیه رو نفهمیدم. مگه اینکه فکر کنم اگه برم به ساپورت های اکتیویژن، حالا اگه نظر شما داره اینجا بهم بگین، فکر کنم اگه اینا اینجوری اکانتشون رو پس میگیرن، چون که من که نمیتونم من پسورد عوض کنم که، فکر کنم اینا میرن به خود اکتیویژن پیام میدن میگن اینجور قضیه برام پیش اومده، اکتیویژن هم مثلا چند تا سوال ازشون میپرسه و همه چی اوکی میشه. حالا با این که داشت بچه‌ها یک با اونی که شکایت کرده بود داشتن حرف میزدن باش بچه‌ها، اینجوری داشت بهم میگفت که میگفت که حتی اکانت منم خب زیر دست یکی از همینا بوده، خب تازه اکانت منم خواستن بفروشن ولی مشتری نداشته، مثلا اینا فکر کنم اکانت منو مثلا زیر 50-60 تومن که نمیتونن نمیخواستن که بفروشن، فکر کنم مفت فروشش نمیخواسته، این طرف مثلا یکم زرنگی اومده کنه، مثلا نمیاد اکانت منو همینجوری مفته بده بره، مثلا قیمت 50-60 تومن گذاشتهش، خب تازه بهم گفت که امید فلان گذاشتنش فلان جا اکانت تو، من تازه گفتم چرت داره میگه، گفتم مثلا از ایناست که فقط میخوام مثلا چه میدونم یه ویدیو بسازه یه تامنیل فیک الکی بزنه، خب گومی ویدیو چی توشی میگم اکانت تو گذاشتن اینجا، تازه منشن هم کرد اکانت تو اون گذاشتن اینجا ولی من که گوش نکردم اولش. حالا بچه‌ها مثل اینکه اکانت منم نتونسته بودن اینجوری بفروشن، فعلا اکانت داشومیتون خدا بخواد فروش نرفته با این قضیه. البته بچه‌ها بگم فرقی هم به حال من نمیکنه، چون که الان یوزر پسورد من دست اون طرفه، مثلا من خودم دارم، خود چه فرقی میکنه چه دست این باشه دست اون، ولی این وسط اگه یکی میخریش سر اون بدبخت کلا میره. حالا بچه‌ها اینا چجوری اول اینا چجوری همشون نتونستن بگیرن؟ فعلا یکیشونو فقط مثل اینکه یکیشون سوتی داد، مثلا چه میدونم دیدین مثلا بعضی واقعا یکم بی مغزن، مثلا طرف اومده گفته مثلا شماره گرفته مثلا گفته این اکانت همه اینجوریه، بعد طرف هم مثلا اکانت رو زده و گفته بیا مثلا چه میدونم شماره داده، یه جوری بچه اینو گیرش انداختن. حالا من دقیقا نمیدونم از طریق شماره بوده از طریق چی بوده، فقط میدونم طرف گیج بازی در آورده تا اونجا که من میدونم. از این پسرم که پرسیدم، چون الان فعلا فقط یه نفر از اینا شکایت کرده، یه نفر که پایینا گیر انداخته. بعد حالا چیزی که حدس دارم میزنم، خب در مورد اکانت خودم که چرا تا الان بچه اکانت خودم مثلا طرف دوباره مثل قبلش نکرده، اینجوری که همین پسرم دوباره همین رو بهم گفت، امید این من رفتم از اینا شکایت کردم، مثل که اینا همشون ریختن بهم همشون ترسیدن، میگه همشون مثلا چون که مثلا گفته این اینو لو میده اون اینو لو میده، همشون مثلا دیگه چه میدونن هر چی داشتن پاک کردن، فعلا امکان داره اکانت منم بچا این وسط نابود نشه. خب این خیلی خودش به روحیه میده. ولی از اونجا بچا اونایی که اکانتاشون مثل این که قیمتشون مثلا فکر کنید زیر 30 تومن، فکر کنید 10 تومن 15 تومن اینا بوده، این همه اکانت ها رو بچا فروختن تا اونجا که میدونن. ولی فکر کنم اگه من یه راه حلی بتونم پیدا کنم، همون فکر کنم راه حلش همون ساپورت باشه، اگه این راه حل رو پیدا کنم اینا بچا دوباره میتونن اکانت های خودشون اونجوری مثلا پس بگیرن. راستی بچا قبلا هم خیلیتون بهم گفته بودین امید تو چرا نمیری از اینا شکایت کنی؟ بچا من نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو دارم نه انرژیشو دارم نه چه میدونم میدونم نمیدونم که قضیه امکان داره 100% حق با من باشه، امکان داره دور زینا مثلا چه میدونم اینا کسی که این کار میکنه راه روشاشم بلده، چه میدونم امکان داره اینا مثلا این کاره باشن، حوصله جر و بس و چه میدونم بیا برو با اینا واقعا ندارم، الان کانال دوم رو حواس مثلا برم بشینم با اینا حرف بزنم. ولی خب بچا فعلا قضیه رو حواس دیگه، ببین یکم بری بازی براتون بگم دیگه، واقعا خودم سرم ببین همه این چیزا رو فعلا الان دست این طرفه که بره ببینه چی میشه، الان قرار شد من خبرشو من بده، تا من الان منتظرم اینم این خبر من بده ببینیم قضیه اکانت ها همش دست اینا واقعا بوده، چون اگه ببینم واقعا دست اینا بوده مثلا میگن دیگه میگن اونا مثلا خودشون اعتراف میکنن میگن اکانت این مال اینه این مال اینه، همه رو مثلا مجبورن که پس بدن. حالا من واسه تا ببینم چی میشه. آقا بریم سراغ گیم که یکم کلتون کمتر درد بیاره، میگم کلتون بچا
خیلیاتون داشتم ناراضی بودین کلاتون ناز نکردم، این کلاتون رو کنم مقدار ناز کنم به مولا. خب بریم بچه‌ها، مارسی مارموزون تموم شده که آب بخورم وسط ویدیو، چند وقت خودم خیلی فشاری ام. هی میگه آها اینو یکم بخور، اینو تو میگم بک‌گراندم بچه‌ها، بک‌گراندم به این گفتن که حدوداً هفته دیگه میفرستم میاد. الان چند شنبه است، بزنید نگاه تاریخ اینجا بندازم ببینم چند شنبه است، بنازنم رو چهارشنبه است. خب هفته دیگه اگه بیاد، همونجوریه که چیزی که خودم میخوام اینه که ویدیو رو زودتر بسازم، یعنی اینکه هفته دیگه بیاد، هفته بعدش توی کانال دوم بچا ویدیو داریم. این از این اینجا بچا این تیمر میبینید، اینا یک ساعت از اون وردین خطشون رو گرفتم وایسادم اینا رو بزنم. ببین چه قشنگ دورمو گرفتن، یکی زدم به این، یکی هم زدم به این. باه با اینجوری بچا سرعتی نگون زبدری میزنی میرن لابی. بچا این گیم هم شاتاش فوق العاده قشنگه، یکم ببین در مورد بازی صحبت کنیم. شات بچا این گیم هم عالی، یعنی این اکانت چیزه، این اکانت دوستم دیگه، اینی که گست داره اکانت. خیلیتون بچا میگین این سوالا رو همیشه ازم میپرسید، امید الان اکانت خودته، الان اکانت دوستته، کدوم اکانت است؟ بچا اکانتی که گست و اچ اس تانک توشه اکانت کیه؟ دوستم، اکانت خودم نیست. خب بذار اینو بزنم داداشم ابی اتچمنتو بگیر. راستی بچه‌ها این خبری که من خودم تازه خبر رو دادم، تازه خودم از چند جا موثق شنیدم که آلکاترس قرار 3 روز در هفته بیاد، چرا نمیاد؟ یعنی دارم الان جدیدن دارم فشار اندازه خودم دارم میخوره آلکاترس هم، چون الان چند شنبه است، چهارشنبه است، گفتن که یا باید از جمعه بیا، این هفته که باید میاد الان نمیدونم، الان حس میکنم آلکاتراز باید میومده ولی نیومده. بچا اینو اگه میدونید من بگی اینجا باشن کن، اینجا اکم میکنن اینجوری میشه بزنیشون، از اینجا میشد رفت تو ولی طرف صدا پامو گرفت اومد از اونجا بزنادم. اس ام اس برام اومد بنادم، اس ام اس کیه بزنه چی میخواد؟ یعنی ایرانسل بچا فشاری داره بهم میده جدیدا، انقدر بهم اس ام اس میده، اینترنتم که گرم شده، یعنی دیگه نمیدونم دیگه چه پیامی داره برام بفرسته. خب من باید براشون پیام بفرستم. بس بچه‌ها یه مود توی چیز هست، یه مود داریم توی کلاسیک بچه‌ها، جدیدا خیلی دل من زده، یه جوری نمیدونم کلاسیک زیاد حال نمیکنم، چه کاستومش چه هرچیشو زیاد حال نمیکنم. الان خیلی عادت کردم به کجا آلکاترس، یعنی کلا من خیلی آلکاترس بیشتر حال میده. اونجوری هم که از شما پرسیدم شما هم اینجوری. حالا یه مود بچه‌ها جدید توی چیز هست، توی آلکاترس هست بچه‌ها، اسمش بلیتز، جدید که نیست، بوده بلیتز. خب فکر کنم بلیست تا اونجا که مثلا فکر کنم شما ببین چک کنید بلیست دیگه، فکر کنم یه روز دیگه ازش مونده، حالا میخواد بعد از این مود دیگه بیاد. این مود بچا خیلی خوبه، چون میندازتون توی مپ کلاسیک جای کوچیک میندازتون، دیگه نمیخواد دو ساعت توی نقشه با هلیکوپتر و ماشین بری بیای، تقریبا همه پلیرها میرن یه جا، سر همین یتی که خیلی شلوغ میشه بعد پلیرش هم زیاده. اینش خیلی خوبش کرده. از اینا بزنین بک داشمون رو نزنید. آسی بچا دیروز یه سیارتون از داشمون گلایه کرد و گفتیم داشمون تو چرا انقدر توی مولتی پلیر دیروز نو بازی کردی؟ حیثیتمون رو با این که برده بودم ولی گفتیم داشمون نو بازی کردی. بچا دو تا دلیل داشت. یکی این که اصلا بچا من مولتی پلیر بازی نمی‌کنم، خیلی کم بازی می‌کنم. یعنی در حدی که اصلا ببین دیروز اصلا حتی من سنس من تنظیم نیست. یعنی سنس مولتی و بتل هم یکی نیست. یعنی اصلا تنظیمش نکردم. یعنی اصلا نمی‌دونم سنسم چجوریه. فکر کنین شما همین الان ببین سنستون رو کلشو بریزیم به هم، از نشونه گیری عمر بریزیم به هم بریم بازی کنیم، بازیتون چوری میشه، دقیقاً بازیتون داغون میشه. یکی این قضیه بود. دو اینکه بچه‌ها من روی میز اصلا بازی نکردم، یعنی شاید بگم شاید 10 دستا رو روی میز بازی کردم. مثل اینکه شما مثلا الان که همه پلیرها اینجوری هستند دیگه، خود شما هم اینجوری، کلا یه جای خاص یه حالت خاص میتونید بازی کنید، اگه از اون حالت بیارنتون بیرون دیگه بازیتون نوب میشه. مثلا من مثل اینکه الان رو میز بازی کردم، مثل اینکه گوشی رو بگیرم رو هوا بازی کنم، نمیتونم اینجوری بازی کنم. دقیقاً بچا دیروزم همین وضعیتو داشت. دلیل بعدیش هم این بود که بچا بازیون شدیدا فان گرفته بودیم، یعنی مثلا من اینکه سنسمو درست نمیکنم فقط میخواستم این بازی بخندیم. یعنی اصلا قصد ساخته شدن این ویدیو بود این بود که بچا اولا یه چند تا سی پی یو داشمون برسه، چون من میدونستم با اینکه نوبم و سنسم درست نیست ولی میدونستم امکانی که سی پی بهم برسه خیلی زیاده. سی پی لازمم، اکانتم سی پی نداره، 30000 تا سی پی مون سری سری 30000 زدم فکر کنم، آره دیگه ویدیوش رو ساختم فکر کنم 30000 تا سی پی رو زدم، دوباره یه سری گانا رو نداره، دوباره فردا یا پس فردا داره اسکین لژندری میاد، خب من سی پی ندارم با اینا یه جوری تمرین بشه دیگه. بچا درک کنین، سر همین گفتم برم یکم سی پی جمع آوری کنم. بچا بذار اینو براتون بزنم، بذار اینو براتون بزنم. آره گفتم یکم سی پی یا کجا ناکو اینو یا آقا ناکو پلیرو میشست به من دیگه، آخ حال میده اینجوری یهو چهار تاشونو میزنی، البته سه تاشون رو فلان زدم، بذارین پشت کمپ تمیز بگیر. ولی بچا اگه خوشتون بیاد از اونجور ویدیوها توی کامنت ها بهم بگین که یکم بیشتر مولتی رو تمرین کنم، برم سنساشو حداقل درست کنم. حتی بچا این لی اوت هم دازه درست نبود، بهش میگن هات، میگم لی اوت، این هات هم حتی درست نبود، یعنی دکمه تیرم بالا پایین بود. دیدین اگه به این ویدیو رو نکنین بعضی جاها تیر انگشتو میزنم یه جای دیگه، چرا؟ چون جای تیرم با جای بتلش فرق میکنه، یعنی توی بتل جای دکمه تیر یه جای دیگه است، جای ریلود یه جای دیگه است. خب توقعات داشو میدارین دیگه، داشو میدم یه پلیر نوب دیگه، خدا خود نیستم که دیگه هر جا بذاریم همه رو بزنم که
توقعات دارشون میره واقعا میگم. ولی بچه‌ها دیروز فهمیدم که باید اولا یکم برم حاد مولتیمو درست کنم، چون اینجوری که فهمیدم مولتی بازم مولتی دوست دارین، اینجوری دوست دارین، نه اینکه مثلا برم مولتی باز براتون بازی کنم. دوست مثلا دوئل و اینجوری که فهمیدم دوئل رو دوست دارین. حالا این شاتو ببین، اینجا بچه‌ها بازی خیلی شاتای زیبایی زدم، خیلی زیبا نواختم، یعنی هر جور خودم هر زاویه به این بازی نگاه می‌کنم. بخوین مثلا اینجا موومنت ها رو بخون، چپ راست چپ راست، با اینکه داشم ببین دوست ندارم از خودم تعریف کنم، ولی و بعضی شات ها زیبان دیگه، مثلا یه موومنت چپ بزنی یه شات بزنی. ببین بچه‌ها هر موقع دیدین داشمی داره از شات های خودش اینجوری تعریف میکنه، بدونین روحیش داره برمیگرده، روحی داشمی داره برمیگرده. واقعا میگم همین فردا پس فردا چند تا نامنظر اول ویدیو براتون بزنم دیگه، اون ویدیو دیگه ویدیو نهایی بچه‌ها، یعنی دیگه روحیه داشمی دیگه کلا برشه. ولی واقعا بچه‌ها چی بهتون میگم، توانایی فیک کردنشو هیچ وقت نداشتم و ندارم، یعنی واقعا هیچ وقت نمیتونم چیزو فیکش کنم، مثلا خیلی خوشحال بیام توی ویدیو برات نامنظم بزنم. نامنظم باید خودش بیاد دیگه، نامنظمی که از رو فیکی زده شه اصلا حال نمیده، نامنظمش باید از ته دل باشه، شادی توی ویدیو باید از ته دل باشه. مثلا من اول صبح پاشم چه میدونم یه سبونه ردیف بزنم، بیام چند تا کمپه چند تا فشاری و مثلا توی آلکاترز این خیلی خوبه، اینی که الان میگم بک‌گراندم بیاد، سر صبح پاشم ببینم نقشه آلکاتریز هست، چهار تا فشاری توی بازی باشن، یه اسکواد دیگه هم توی بازی باشه چسبیده باشن به هم دیگه، من برم مثلا ایدراب یه شاتگان بردارم، هم این اسکواد رو مثل این بازی، هم این اسکواد فشاریه رو بزنم با اون شات کنه، همون اسکواده که چسبیدم به همون از 20 متریش که یه وان شات کنم، بعد بیام ویدیوی اونو بزنم. خب اون خودکار نامنظمش اول ویدیو میاد دیگه، اون کجا داشت میمید اعصابی خراب بیاد توی ویدیو، اعصابی خیلی خراب بیاد توی ویدیو، اکانتشو زده باشن در حال فشار خوردن 200% باشم. فکر کنین مثلا دیدین میرین سر بعضی مثلا میرین رستوران چه میدونم یکی میخواد مهمونتون کنه، میگه چند تا پیتزا میخوای، میگه 10 تا بیار، میگه 10 تا که نمیتونی بخوری، میگه مفته دیگه. این الان فشارم اینجوریه، وقتی اکانتت اب میره دیگه مفته فشار، یعنی همه جا فشار ریخته، یعنی همش به زور با فشار بخوری. و اینجوری من نمیتونم بیام نامنظم بزنم، توقعی از داشومید اینجوری نداشته باشین، اینجوری فقط داشومید دلداری بدین، بگین داشومید امروز میدونم گلبت گرفته ولی ما سیستوقیم درکت میکنیم. نگاه این نگاه این اینجور فشاری بیاد مثلا میخواد وار ماشین بزنه، یک اینجوری بزنه چشش، تازه اسکوادش هم زده بودن، بعد بیای اینجا نمیری پلیتت هم بزنی، این شد فشار نخوردن، این شد برگشت روحیه. بخوب اینجوریه که کم کم روحی داشونید برمیگرده، کامنت حق برام میذارین، چهار تا حق برام میگین روحیم برمیگرده. این مثلا یه هد شات اینجوری ببین مثلا این گیم پلی ناکنین بچه‌ها، واقعا توی 3 دقیقهش به اندازه 10 تا گیم پلی بود که جای دیگه آدم میبینه. هد شات زدم، وان شات زدم، چه میدونم وار ماشینی زدم، ببین اینجوریه که فشار آدم میاد پایین. مثلا شما میرین مدرسه برمیگردین امتحان رو خراب کردین، ویدیو داشونید میبینید که فشاریا رو میزنه، ریلکس تر میشید، اینجوری زندگی واقعا شل بگیرید. خب بچه‌ها مرسی که ویدیو رو دیدین، این نفر آخرام بزنم حتما نظرتون رو بهم بگید، عاشقتونم بچه‌ها، مراقب خودتون باشین، بای بای.